در قسمت قبل در مورد حریم شخصی صحبت کردیم و با کمک نظرات شما به این نتیجه رسیدیم که چطور این حریم میتونه به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم بشه. همچنین با موارد دیگه هم آشنا شدیم که جزئی از حریم شخصیمون بوده در حالی که ما ازش بی‌خبر بودیم. اما خوشحالم که در جامعه ما نیاز به ترویج فرهنگ و آگاهی در احترام به حریم دیگران مورد توجه و استقبال قرار داره و اینم میدونیم که همیشه اولین حرکت از خود ما شروع میشه. سلام دوستای عزیزم، حتما شما هم مثل من بارها با بچه‌های مواجه شدید که تو خیابونا دست فروشی میکنن، بچه های معصومی که معلوم نیست تو چه شرایطی زندگی میکنن و اصلا از نتیجه کار روزانه‌شون چیزی عایدشون میشه یا نه، کودکان معصومی که به جرم تولد توی خانواده فقیر یا ناآگاه از حق تحصیل زندگی آروم محرومن، به همین دلیلم غالبا به راه‌های خلاف کشیده میشن. امروز توی ایستگاه اتوبوس بودم که آقا یه جوراب می‌خرید؟ خانم یادو به جوراب بخر. نه مرسی. خانم تو رو خدا گرسنمه، چیزی نخوردم، میخوام برم غذا بخرم. ولی اینا که جوراب مردونه. برای بابات بخر، برای داداشت بخر، برای یکی بخر دیگه. باشه میخرم، ولی اگه بابام رنگش رو دوست نداشت میتونم بیام با یکی دیگه عوضش کنم؟ بله، جنس فروخته شده پس گرفته میشود. پس فروشنده منصفی هستی آقا کوچولو. بله. تو اصلا امروز چیز خوردی؟ نه والا خانم، من دو تا ساندویچ تو کیفم دارم، میخوای همینجا با هم نهار بخوریم؟ بله خدا خیرتون بده خانم. من معتقدم که همه ما به همون اندازه که برای حفظ محیط زیست و هوای پاک مسئولیم، برای حفاظت از این کودکان معصوم و آسیب پذیر جامعه‌مون هم مسئولیت داریم. نوش جونت، راستی اسمت چیه؟ آقا مرتضی. مدرسه میری؟ من کارم مونده، باید برم، دیرم شده، خداحافظ. سب کن، کجا میری؟ آقا یه جوراب بخری؟ نه بچه جون، برو رد بکنم. آقا تو رو خدا یه جوراب بخر. خانم تو رو خدا یه جوراب بخر. شما چه راههایی رو برای کمک پیشنهاد میکنید؟ چه مراکزی در زمینه تحصیل و حمایت از کودکان کار فعالیت میکنن؟ اگر از این مراکز اطلاعی دارید، اونها رو با من در صفحه فیسبوک و یا اینستاگرامم به اشتراک بذارید.